گرانی بیداد می کند، قیمت ها ثبات ندارند و مردم نگران زندگی روزمره و آینده خود هستند. برخی مردم را از ونزوئلایی شدن می ترسانند و برخی دیگر می گویند اگر دست به تغییر حکومت بزنید ایران سوریه می شود. مردم در این فضای پر بحران هر روز بیشتر امیدشان به آینده را از دست میدن و به تبع آن با آسیب‌های جدی اجتماعی و روانی روبرو میشوند. تا آنجا که در رده سوم خشمگین‌ترین مردم جهان و ناامیدترین مردم جهان قرار گرفتند. اوضاع اقتصاد با زندگی مردم ایران چه کرده؟ با امیدهای آنها چه کرده؟ و آیا به راستی آنچه در ایران رخ داده است یک جنگ روانی است یا یک جنگ اقتصادی؟ به میزگرد سیاسی شطرنج در صدای آمریکا خوش آمدید. بار دیگر این سعادت رو داریم تا در خدمت شما باشیم و در برنامه امشب و در این استودیو جناب آقای امین اکبریان تحلیلگر اقتصادی، جناب آقای دکتر پیمان رؤوفی روانشناس در این استودیو با من همراه خواهند بود و از طریق اسکایپ در پاریس به خدمت جناب آقای دکتر جمشید اسدی اقتصاددان خواهیم رسید که در طول برنامه امشب از نقطه نظرات ایشون نیز آگاه خواهیم شد. آقای اکبریان خیلی خوش آمدید. اوضاع اقتصادی ایران این روزها خیلی نگران کننده است. بیشتر از هر کسی همین مردم هستند که بار گرانی ها رو تحمل می کنند. اساسا امروز اقتصاد ایران روی کدام پله ایستاده؟ اقتصاد مقاومتی یا سقوط در سیاه‌چاله سوء مدیریت ها؟ با درود خدمت شما و بینندگان گرامی، همچنین میهمانان محترم، در خصوص پرسش شما، وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی همون شرایطی است که مردم دارن به طور تجربی و عینی در داخل ایران لمس میکنن. وضعیت بسیار نابسامان است. اینکه وضعیت اقتصادی ایران به اینجا رسیده یک حکایت تکراری ملال‌آوری بوده در این 40 سال گذشته که دائما تکرار شده. متاسفانه بی‌توجهی کلی به وضعیت اقتصادی و اینکه اصولا اقتصاد اولویت نبوده در مجموعه رهبری دستگاه جمهوری اسلامی از همون زمانی که تشکیل شد و تا به امروز، موجب شده که روند تحولات اقتصادی به یک بیراهه کامل برود. در ایران بارها این سخن تکرار شده که اقتصاد ایران بیمار است و این بیماری اقتصادی را از دو منظر کلی توضیح دادن و میشه توضیح داد. یکی این که یک سلسله مشکلات بسیار اساسی متاسفانه به صورت نهادینه و ریشه‌ای در بطن اقتصاد ایران ریشه گرفته، ساختاری شده. موضوعات بسیار مهمی که در رأس اونها اصولا سردرگمی اقتصاد ایران است. مشخص نیست ساختار اقتصاد ایران چیست. اقتصاد ایران اقتصاد بازار آزاد است، بازار محور است، اقتصاد سرمایه‌داری کاپیتالیستی است، آیا سوسیالیستی است، آیا اسلامی است، آیا ترکیبی از تمام اینهاست. هیچ تعریف مشخصی نیست، در نتیجه هیچ نقشه راهی هم وجود ندارد. تصمیمات مجموعه دستگاه‌های حکومتی در این دولت‌هایی که آمدند و رفتند در مجموعه دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی بیشتر یک رفتار واکنشی بوده، یعنی منتظر شدن مشکلاتی پدید آمده، بحران شکل گرفته و بعد در صدد به اصطلاح رفع و رجوع کردن، اون هم به صورت روزمرگی، از این ستون به اون ستون تا از این بحران بگذاریم تا بعدی. و یک سلسله مشکلات دیگر مسائل و موضوعاتی هستند که جنبه بحرانی حاد پیدا کرده و این مسئله هم هر از چند سالی باز تکرار شده، مشخصا در رابطه با سیاست خارجی ایران. جمهوری اسلامی حکومتی است که دائما یک رویه خصومت طلبانه نسبت به کل جامعه جهانی دارد، با غرب به طور مشخص، با آمریکا، با اسرائیل، با همسایگان ایران، با عربستان. و این مسئله باعث شده که این مسئله تحریم ها که هر از چند سالی در ایران تکرار شده از جانب جامعه جهانی، موجب پیدا آمدن بحران های مقطعی شده و الان ما در اوج یک بحران جدید قرار داریم که از سال گذشته آغاز شد. وضعیت اقتصادی ایران به طور کلی اون چیزی است که اقتصاددان‌ها بهش میگن در حال حاضر به شرایط رکود تورمی دچار شده و یا به اصطلاح اون استگفلیشن که در انگلیسی میگن، یعنی یک مجموعی از رکود توأم با تورم. دلیل این مسئله این هست که رکود میتواند غیر تورمی باشد و یا تورمزا، که تورمزا از بدترین نوع اون است. بسیار متشکرم. اقتصاددانی در برنامه همراه ما هستند. آقای اسدی، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که این شرایط رکود تورمی که در ایران ایجاد شده میتونه فشار مضاعفتری رو بر جامعه کشورمون خصوصا مردم تحمیل کنه و چه فرقی بین حکومت و مردم در تحمل این شرایط اقتصادی وجود داره؟ بله، با درود به شما بینندگان گرامی و مهمانان. نکته اساسی رو همکان گرامی من پیش از من فرمودند، گفتند، بسیار روشنگر بود.
تنها شاید در این نکته من کمی متفاوت بیندیشم با ایشون که فرمودند مشخص نیست چه نظام اقتصادی رو نظام ولایی دنبال میکند، در حالی که به نظر من بسیار مشخص است. تصمیم گرفتند که اقتصاد ایران اقتصاد بازار بنیاد نداشته باشد، اقتصادی که روی کرد به جهان روایی دارد نداشته باشد، اقتصادی باشد که عمدتا من در مقاله از واژه اقتصاد حکومتی نام بردم، چون بسیار صحبت میکنن بعضی وقتا از شرکت‌های خصولتی که من با این موافق نیستم. در تمام اقتصادهای جهان همکاری‌های بین بخش خصوصی و بین بخش دولتی انجام می‌گیرد که می‌تواند امر مبارکی باشد مادامی که در چارچوب اقتصاد بازار بنیاد است. اما اینها عملاً تصمیمشون بر این است که اقتصاد دست قدرت‌های حکومتی باشد که هست. این در مورد اشاره‌ای که فرمودید به نقش حکومت در این اقتصاد. اما برای مردم بسیار سخت است. می‌دانید بعد از آن که امریکا به درست یا نادرست از برجام بیرون آمد، دو نکته را باید دونست. نخست این که گذاشتن تمام مسئولیت سختی اقتصاد ایران بر بیرون آمدن ترامپ از برجام نادرست است و دروغ است. اقتصاد ایران پیش از بیرون آمدن آقای ترامپ گرفتار بود و مثلا یک مسئله ای رو خدمتتون عرض کنم. ببینید برجام چه چیز رو سختی رو از دوش اقتصاد ایران برداشت؟ این که بنابر حکم شورای امنیت سازمان ملل دیگر داد و ستد با جمهوری اسلامی ممنوع نبود و کشور و شرکتی که داد و ستد میکرد با نظام ولایی کیفر نمیدید. اما یک مسئله باقی مانده بود که اون حل نشده بود و آن پرداخت و دریافت مالی بود که کماکان کمیته اقدام مالی FATF و نیز کنوانسیون پالرمو ممنوع می‌کردند. جمهوری اسلامی در لیست سیاه بود، یعنی شما می توانستید مثلا ماشینالات نفتی رو بخرید ولی وقت پرداختش خب یه گرفتاری کنوانسیون دیگه بود که حل نشده بود و اینو جمهوری اسلامی حل نکرده بود. حالا واسه شون راحته که بگن آقای ترامپ رفته بیرون که به باور بنده کمترین همکار درستی نبود، ولی برای جمهوری اسلامی خیلی راحت شده است که بگن تمام گرفتاری ما سر اینه که اونها بیرون رفتن که چنین نبود. بسیار متشکرم آقای دکتر رافی. اتفاقا آقای دکتر اسدی هم به همین مسئله اشاره کردن که جمهوری اسلامی بار همه این موضوعات رو روی دوش خروج ایالات متحده آمریکا از برجام میگذارد و بحران اقتصادی رو یک جنگ روانی میدونه. اساسا جنگ روانی چیه؟ ما در کورس‌های روانشناسی در مورد این موضوع چه میدونیم و اونچه که شرایط امروز اقتصادی کشور هست مطابق با استانداردهایی که علم روانشناسی از جنگ روانی به ما میده هست؟ جنگ روانی از ابتدای تاریخ شاید واقعا میشه گفتش که وجود داشته و در مقابل جنگ فیزیکی همیشه از جنگ روانی هم استفاده شده. جنگ روانی اساساً برای تضعیف روحیه و خلل ایجاد کردن انجام میشه و به نوعی میشه گفتش که با حتی شایعه ایجاد کردن، شستشوهای مغزی دادن و مسائلی از این دست یک سری اختلالاتی رو در سطح جامعه یا در سطح باورها و عقیده ها میشه ایجاد کرد. یک مسئله که خیلی مطرح هم هست همیشه مسئله دشمن فرضی است و اینی که ما میبینیم که بعضی از گروه ها، دسته ها و یا کشورها یک سری دشمن های فرضی، یک سری جنگ های فرضی رو ایجاد میکنن و همیشه خبر میدن از این که دشمن در نزدیکی است و هر لحظه ممکنه حمله بکنه و افراد جامعه رو در یک حالت بحران زده و نگران نگه میدارن. وقتی این اتفاق میفته متاسفانه میبینیم که تولید جنریتیویتی یا خلاقیت ها میتونه از بین بره و همین این خودش یک بیماری روانی رو در سطح اجتماع ایجاد میکنه. مهمان عزیز بسیار خوب اشاره کردن به مسئله رکود. ما مسئله رکود رو در مسائل روانی هم میبینیم، یعنی وقتی که افراد نتونن و توانایی رو نداشته باشن که خلاق باشن و تولید کننده باشن، نقطه مقابلش اون رکود خواهد بوده و این رکود یا استگنیشن میتونه در جامعه
جامعه یک حالت مرگ ایجاد بکنه. وقتی میبینیم که افراد صرفاً فقط درگیر برطرف کردن نیازهای جسمی و فیزیکی و امنیتی خودشون هستن، یعنی اون چه که در پلکان ابراهام مازلو معرفی شده، میبینیم در این دو مرحله هستن که آدم‌ها فقط درگیر این هستن که روزمرگی خودشونو بگذرونن، شکمشون رو سیر بکنن و دیگه نمیتونن به مراحل بالاتری برسن که اونجا رشد و تعالی روانی اونها مطرح میشه. و این جنگ روانی میتونه دقیقاً همین رو ایجاد بکنه. وقتی اون بحران رو فراهم میکنه، بحران اقتصادی، بحران سلامتی، بحران درگیری با همسایه‌ها در منطقه، اینها میتونه اون رکود رو در سطح جامعه بیشتر و بیشتر بکنه. بسیار متشکرم آقای اکبریان. ولی دلار 16000 تومانی، برنج 28000 تومانی، گوشت 140000 تومانی، تن ماهی 15000 تومانی، ماکارونی 10000 تومانی، این لیست انقدر طولانی است که میشه تا آخر برنامه فقط شمرد. اینها اگر جنگ روانی هست یا هر چیز دیگری، در سفره مردم ایران داره خودشون نشون میده. اقتصاد داره مردم ما رو به کجا میبره اساسا؟ وضعیت بحران اقتصادی در طول تمام این 40 سال گذشته و مشخصا در شرایط حاضر به کجا میبرد جامعه ایران رو؟ جامعه ایران رو تحت فشار بسیار شدیدی قرار داده و یکی از پیامدهاش که خیلی مشخصا میتونیم بهش بگیم این هست که متاسفانه طبقه متوسط در ایران که مهمترین بخش هر جامعه هست از نقطه نظر پویایی، پیشرفت، ایجاد رونق، تجددخواهی، حتی پیشرفت‌های سیاسی و آزادی‌خواهی، در جامعه ایران به لحاظ تعریف اقتصادی شدیداً تحلیل رفته و به یک معنا در حال حذف شدن است. یعنی ما داریم یک جامعه پیدا می‌کنیم که تقریباً از اون حالت کلی سه قطبی که طبقه پایین، طبقه متوسط و طبقه ثروتمند در یک جامعه به طور کلی وجود دارد، ما داریم به یک جامعه می‌رسیم که ایران داره تبدیل میشه به وضعیتی که کشورهای بسیار فقیر جهان پیدا کردن. کشورهای فرض کنید مثل هایتی، مثل السالوادور، کشورهای بسیار فقیر، گرچه ایران کشور فقیری به هیچ وجه نیست، اما یک چنین معضلاتی در جامعه ایران داره شکل میگیره به دلیل این بحران‌های اقتصادی پیاپی که هر از چند سالی تکرار می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز پیش اعلام کرد که میزان به اصطلاح طبقه فقیر ایران به مرز 40% رسیده. تحلیلگران مستقل در داخل خود ایران گفتن این رقم‌ها بسیار خوشبینانه است و به احتمال زیاد حداقل 50% جامعه ایران زیر خط فقر هستند. جامعه‌ای که 50% زیر خط فقر باشند یک جامعه تقریبا دو قطبی است، یعنی طبقه متوسط به زبان ساده داره له میشه زیر فشار مصیبت‌های اقتصادی. طبقه پایین جامعه، فقیر جامعه هم که به مراتب وضعیتش بدتر هست. وقتی که ساختار اقتصادی کشوری به دلیل بی‌خردی رهبرانش و تصمیمات غلطی که اتخاذ می‌کنند و تکرار پیاپی بحران‌هایی که توقف ندارن، شما توجه کنید مورد قبل که ایران دچار یک چنین وضعیتی شد در دولت احمدی نژاد بود. از سال 1390 خورشیدی تا 94 ایران کم و بیش در شرایط رکود و یا نیمه رکود بود. رکود هم یک اصطلاح اقتصادی هست که یعنی رشد اقتصادی متوقف شده به زبان خیلی ساده، یعنی اون عدد تولید ناخالص داخلی روند منفی پیدا کرده. در یک چنین شرایطی کسادی زیاد میشه، اشتغال کمتر میشه، فعالیت‌های اقتصادی محدود میشه، مجموعه کل اقتصاد منقبض میشه، رو به تحلیل میره، فقر زیاد میشه. بنابراین این وضعیت چه تأثیری بر جامعه داره؟ رنج و مهنت بیشتر جامعه، فقیرتر شدن جامعه، تحلیل رفتن ابعاد و اندازه‌های کل اقتصاد و یک فلاکت اقتصادی به زبان خیلی ساده. بسیار متشکرم آقای دکتر اسدی. در افکار عمومی جمله‌ای دست به دست میچرخه این روزها که میگن ایران 8% منابع جهان و 1% جمعیت جهان رو داره و ما باید جزو ثروتمندترین مردم دنیا باشیم. آیا اساساً چنین تحلیلی درسته؟ چنین آماری صحت داره؟ و اگر صحت داره چرا به همونجوری که آقای اکبریان هم گفتن بیش از نیمی از مردم کشور ما زیر خط فقر زندگی میکنن؟ بله، پرسش شما دو قسمت دارد. یکی این که جایگاه کشور ما کجا میتواند باشد؟ توانش ما تا چه حد هست؟ و بخش دوم هم خب به آن خواهیم پرداخت. ببینید چرا فرمودید چرا اینطور است که بدن خواهیم پرداخت. برای اینکه توانش اقتصاد رو در نظر بگیریم، همچنان که خودتون اشاره کردید، اجازه بدید دو نکته بگم. امروز کره جنوبی یکی از کشورهای نوپای صنعتی است که صادرات صنعتیش به ویژه فناوری‌های نوین در جهان در بسیاری از موارد با مارکا، با برندها، با علائم تجاری بهترین کشورهای صنعتی، ثروتمندترین کشورهای صنعتی رقابت میکنه و در بسیاری مواقع این رقابت رو برنده میشه در این مورد.
میدونید که کره جنوبی تا پیش از انقلاب کارآموز میفرستاد در ایران برای اینکه در شرکت‌های خصوصی ایران که آن زمان صادرات می‌کردند یاد بگیرند کار صنعتی رو و کار مدیریت رو و برگردن کشور خودشون. می‌دانید که در ایران یکی از شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های خانواده بسیار بسیار ارجمند لاجوردیان، از خانواده‌های بزرگ کارآفرین، برای نخستین بار سیستم کامپیوتری مدیریت امور انسانی رو، منابع انسانی رو در منطقه وارد کرد، زودتر از هر کشوری، زودتر از هر دولتی، حتی دولت ایران. خب یعنی این کشوری بوده که توانش خودش رو نشون داده تا به کجا میتونه بره. اجازه بدید یک مثال دیگه بزنم. اقتصاد ما در جهان امروز اقتصاد فناوری است. به گفته بسیاری ما وارد چهارمین انقلاب اقتصادی در دنیا شدیم. خب میگن انقلاب صنعتی، باشه صنعتی رو من چندان نمیپسندم، که چرا که آن چیزی که داریم فرا صنعتی است، پسا صنعتی است. اما بمانم، ما وارد انقلاب چهارم اقتصادی شدیم که بر مبنای هوش است، بر مبنای داده هاست، بر مبنای فناوری های اطلاعات است. یک نکته بگویم، ببینید اوج فاجعه در کشور تا کجاست. نخستین، میدونید، یک، دانش آموختگان جزو مهمترین بیکاران در ایران هستند و در میان دانش آموختگان مهندس فناوری های اطلاعاتی جزو مهمترین بیکاران هستند. یعنی نه تنها این فاجعه وجود دارد که بیکاری اینقدر گسترده است، بلکه بیکارهایی که هر جای دنیا میرن بهترین شغل رو پیدا میکنن، چون موتور پیشرفت دنیا الان فناوری های اطلاعاتی است، در کشور بیکار هستن. باز میکردم به پرسش شما، آیا این توانش رو داریم؟ جای ما اینجاست؟ خب اگر انقلاب چهارم انقلاب داد بنیاد است بر مبنای فناوری های مبتنی بر داده هاست و ما بزرگترین دانش آموختگان رو داریم در این مورد، خب معلومه جای ما میتونه کجا باشه. بسیار متشکرم. اما واقعیت ماجرا اینجاست که ما جامعه بسیار نگران کننده و لاغر شده ای در حوزه اقتصادی داریم و واقعا بخش بزرگی از مردم کشورمون زیر خط فقر زندگی میکنن. آقای دکتر رافی، رابطه مستقیم بین توسعه بیماری های روانی و گسترش فقر وجود داره. آمارها نشون میده که مردم ما جزء کشورهای عصبانی دنیا، مردم عصبانی دنیا متاسفانه امروز طبقه بندی میشن. چرا و از این نظر کجا ایستادیم؟ آیا واقعا بیماری روانی در جامعه ما گسترش پیدا کرده؟ ببینید، تحقیقات نشون میده که فقر مالی رابطه مستقیمی داره با فقر روانی، یعنی دردسرها و بیماری‌های روانی که ایجاد می‌کنه. قبلا یه صحبتی بوده که فرض کنید آدم‌هایی که حالا خیلی پولدار نیستن هم میتونن بسیار خوشحال باشن. نگاه بکنید به گروه کارگرانی که میزنند و میرخزند و خوشحال هستن. ولی بعد تحقیقات کاملا این رو رد کرد و نشون داد که فقر مالی و نیاز مالی کاملا میتونه خشم و عصبانیت، میتونه ناراحتی ها و بیماری های کرونیک یا طولانی مدت روانی رو ایجاد بکنه. ببینید، بحث خشم رو شما اشاره کردید. خشم اساسا نتیجه فراستریشن و مسئله ایست که افراد به یه بنبستی میخورن و زمانی که فرد میخواد بره مواد غذایی تهیه بکنه، فرزن پدری یا مادری که میخواد جواب فرزندش رو نسبت به خواسته هایی که داره بده و نمیتونه اینها رو انجام بده، طبیعتا این خشم و عصبانیت میتونه در او شکل بگیره و الان در سطح جوامعی که در دنیای جهان سوم هستن و نیازهای مالی اونها بسیار بالاست، ما این رو میبینیم. بیماری های روانی، بیماری های طولانی مدت روانی مثل افسردگی ها، آمار خودکشی ها، اینها کاملا مستقیما ربط داره به فقر مالی. زمانی که ما مسئله تحصیل و ادویکیشن رو میبینیم درش اختلال به وجود میاد، یعنی افراد نمیتونن به مدرسه برن برای اینکه تبدیل میشن به کودکان کار، به کودکان خیابانی، و اونها به جای اینکه برن تحصیل بکنن و درس بخونن و علم امروز دنیا رو بیاموزن و یاد بگیرن، مجبورن کار بکنن و به اقتصاد خانوادهشون کمک بکنن. اینها 100% در دورانی که به تینیجری میرسن یا به میان
میانسالی میرسند دچار بیماری های طولانی مدت افسردگی خواهند بود و این افسردگی ها منجر به خودکشی ها خواهد شد، منجر به بالا رفتن جرائم در سطح جامعه خواهد شد. الان رسیدیم به این حد، ما شاهد خودکشی های متعددی از منظری هستیم که برمیگرده به همین ریشه های اقتصادی. یعنی شما فکر میکنید این زنگ خطر در ایران به صدا در آمده و الان ما در حال این در حقیقت شرایط بحرانی رو داریم سپری میکنیم در حال حاضر؟ من فکر میکنم کاملا همینطوره. زمانی که ما آمار بیماری های روانی رو نگاه میکنیم و آمار افرادی که فرض بکنید بیکار هستن، آمار بیکاری ها رو نگاه میکنیم، کاملا میبینیم که این بیماری های روانی رو میتونه بالا ببره و اینجا اون زنگ خطری است که شما دارید میفرمایید و اینجاست که ما باید ببینیم که چگونه میتونیم مسائل اقتصادی رو بهبود ببخشیم و بتونیم به درآمدهای خانواده ها، به کار کردن خانواده ها کمک بکنیم، تا بلکه بتونیم مسائل روانی و بهداشت روانی رو هم بهبود بدیم. خیلی این نکته آخر مهم بود، چون می‌خواستم حتما بگم که این بیماری های روانی الزاما نبایستی مصداق اون چه که ما از بیماران روانی مانند مرکز نگهداری از مجانین رو داریم تلقی بشه، بلکه افسردگی یا خیلی از موارد درون ریز در ایران یعنی افراد تو خانواده هستن و شما خواهر، برادر، پدر، مادر رو میبینید تو خانواده داره زندگی میکنه، مرکز نگهداری بیماران روانی نیست، اما کاملا افسرده است، کاملا نگرانه، اصلا خشمگینه. پدری که فرزندش رو به باد کتک میگیره، مادری که فرزندش رو شکنجه میده، اینها از کجا آمده؟ این صرفا یک آدم روانی محسوب نمیشه. آقای اکبریان عزیز، اما برخی ها معتقدن خود دولت به این فضا دامن میزنه. از یک سمت ما شاهد گرانی روزمره کالا هستیم، از یک سمت شاهد نایاب شدن برخی از اقلام خوراکی در کشور که واقعا میتونه اون هم یک نگرانی تازه برای جامعه باشه. آیا ما توی شل‌های اقتصاد جهانی به سمت نوعی نایاب شدن برخی کالاهای اساسی یا گرانی‌های غیر واقعی در فضای خوراک و مواد خوراکی، همون هرم مازلوی که آقای دکتر رافی هم بهش اشاره کردن، پیش می‌ریم در فرودست‌ترین طبقه هرم مازلو؟ در سطح جهانی اگه بخوایم نگاه کنیم، در داخل ایران، در داخل ایران، در داخل ایران بله، ما به اون سمت داریم پیش میریم، به خاطر اینکه وقتی که اون مؤلفه های اساسی و نکات خیلی مهم در اقتصاد، موضوعات پایه‌ای و ریشه‌ای یک اقتصادی دچار بحران و نقصان شد، تمامی این مشکلات جلوه های اون مسائل اصلی است که من خدمت شما گفتم. یک بخشی از این مسائل موضوعات بسیار ریشه‌ای و عمیق در بطن اقتصاد ایران هست. وقتی که معضل تورم شکل گرفت در بدنه اقتصادی یک کشور، که در ایران متاسفانه چنین شده، یک پرانتز هم باز کنیم، دولت روحانی وقتی کارش شروع کرد خیلی اصرار کرد که میخواهد با نابسامانی های اقتصادی مبارزه بکنه. از دیدگاه منصفانه هم بخوایم نگاه کنیم، در آغاز کار شروع بدی هم نداشت، توانستن تا حدودی وضعیت تورم رو مهار بکنن. سخنان واقع بینانه میگفت روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش، ولی خب تمامی این دستاوردها برباد رفت. وقتی که فاکتورهای اصلی دوچار نقصان شد، کمبود کالا، گرانی ها، تورم شدید، اینها با به دنبال اون شکل خواهد گرفت. این مسئله که در ایران الان مثلا میگن ماکارونی ناگهان نایاب شده، شکر نیست در بازار، اینها پیش از اون که دولت دائما تکرار میکنه که مثلا با محتکرین میخواد مبارزه بکنه، احتکار کردن، اینها علل و عوامل ریشه‌ای مهمتر اقتصادی دارد. وقتی که یک کالا، پول ملی کشوری سقوط کرد، الان یک معضل بزرگ اقتصاد ایران سقوط پول ملی ایران است، ریال شدیداً سقوط کرده. ما این که بگیم ارزهای خارجی گران شدن تا حدودی اشتباه است، ارزها در سایر کشورهایش تغییر نکرده، دلار تغییر نکرده، ین تغییر نکرده، یورو کم و بیش در همون سطحایی که بودن هستن، این پول ایران هست که سقوط کرده. دلیل اصلی این مسئله هم نابسامانی اقتصادی است. در رأس تمام اینها، در خصوص مسئله ریال اگه بخوایم بگیم، ارز ملی ایران، مسئله نقدینگی است. دولت به زبان ساده بخوایم بگیم، اسکناس بی پشتوانه در این 40 سال چاپ کرده، حجم نقدینگی، حجم پول ملی رو بی محابا و بی حساب و کتاب، بی حد و مرز توسعه داده، پول بی ارزش شده. وقتی هم که پول ملی سقوط کرد، پیامد آنی اون مسئله تورم هست. وقتی هم که تورم پدید آمد، همه کالاها گران می شود. فقط قیمت دلار گران نمیشه، فقط ماشین پراید از 20 میلیون تومان نمیشه 60 میلیون تومان. تمامی کالاها و خدمات و هر چیزی که غیر ریالی هست قیمتش بالا خواهد رفت، فقط خود اون پول سقوط خواهد کرد. بنابراین چه دولت خودش عامل این مسئله است، یقینا کارهای غلط دولت، حالا چه عمدن چه سهوًا، دولت یک کشور مسئول وضعیت اقتصادی هر کشوری هست و کارنامه این حکومت سراسر منفی و تیروتار بود. بسیار متشکرم آقای اسدی. آقای اکبریان در بخش از صحبتشون گفتند که آقای روحانی در دور اول ریاست جمهوریشون منطقی تر قدم برمی داشتن، یا در ابتدای کارشون روندی رو به راه انداختن که
میتونسته منجر به رفع رکود اقتصادی در ایران بشه. چه اتفاقی میفته که آقای روحانی تغییر مسیر میده در ایران؟ بله، از سای خدمتون عرض میکنم. اگر اجازه میفرمید یک اشاره کوچکی به مسئله روانی شهروندان بکنم، به ویژه که در حضور دکتر رؤوفی هستیم و اشتباه منو در این مورد متذکر خواهم شد اگر اشتباهی باشد. ببینید، کار برای شهروند، برای یک فرد، بله، منبع درآمدش هست که بتواند زندگیش رو تأمین بکنه، تشکیل خانواده بده. اما در این حال نشانه ادغامش هست، حضورش هست در جامعه. شهروندی که کار ندارد نه فقط این است که منبع درآمدش رو از دست داده و نمیتواند چگونه زندگیشو بچرخاند که مشکل بزرگی است، بلکه در این حال گویا که از جامعه رانده شده است و جا و مقام نداره. شهروند وقتی در جامعه است خودش رو جزء جامعه حس میکنه. یکی، ببینید، بارها شده است که یک نفری عصبانی میشه و میگه مثلا اطرافیانش بهش میگن خجالت بکش، فلان کس میشنوه، در فامیل میشنوه، در و همسایه میشنوه. خب اگر این فرد احساس تعلق به فامیل نکنه، احساس تعلق به در و همسایه نکنه، چون نیست در این جامعه، خودشو احساس نمیکنه، نه کار داره، نه بار داره، نه هیچی داره، این است که فاجعه فراتر میرود از تحصیل معاش برای اینکه زندگی خودشو بگذرونه. اینو ما در تمام طبقات داریم، نه فقط دستمزد بگیران هستن که خب واقعا زندگیشون، اشاره کردن، حدود 50% خط فقر مسئله است برای یک کشور، ولی فقط نه اینکه فقرایی هستن که ممکنه به نون شب محتاج باشن، کارآفرینی که به یک بار کارخونه‌شو از دست میده در این شرایط، ممکنه هنوز پسندازی داشته باشه تا به گرسنگی بیفته، اما اون هم همین حالتو داره، دیگه هویت در جامعه نداره، دیگه هیچ کار است، دیگه یک نفری است. واقعا به این مسئله توجه بفرمایید، کسی که هیچ جایی در اجتماع نداره، هیچ نقشی نداره، گسسته است از اجتماع اطراف خودش، در نتیجه میتونه به خودش اولا غیر از اینکه نابسامانی های روانی فراوانی پیدا میکنه، به خودش میتونه اجازه بده به اون جایی که تعلق نداره تعرض کنه. این هم یکی از مسائل بسیار بزرگه. نمیدونم وقتی برای من با بله، من خواهش میکنم به سوال من هم پاسخ بدید، خصوصا اون بخش که در مورد عملکرد آقای روحانی بود. ببینید، آقای روحانی البته از سقوط 15% اقتصاد ایران در زمان آقای احمدی نژاد، اقتصادو که بر بکشند کار درخوری است و باید تحسین گو بود، اما کار مشکلی نبود، کافی بود جلوی اون سقوط رو بگیریم که خب برجام گرفت در این مورد. اما چند نکته رو باید در این مورد دانست. آقای روحانی در این شرایطی که به وجود آمد بی تقصیر نیستند. آقای روحانی در نخستین کنفرانس خودش با ارباب جراید گفته بود، به روشنی گفته بود که مشکل اقتصاد ما، او گفته بود، البته این رو خوب میدانستن اقتصادان ها، اما او گفت مشکل اقتصادی ما مشکل انحصاره، به ویژه حالا که از تحریم در اومدیم. یعنی یک عده‌ای هستن در کشور نمیذارن کارآفرینی و مدیریت درست صورت بگیره. خب ایشون چه کرد علیه این انحصار؟ چه کسی از انحصارگران رو در ایران نمیشناسه؟ هر بار با رمز و راز صحبت کردن، دولت دوم، آنها که نمیگذارند، آنها که همه چیز رو در اختیار دارن، خب اینا رو چه کسی باش مخالفت کرد؟ این است که امروز بعد از اون رشد که بلافاصله بعد از برجام ایران داشت، حدود 12% که البته 15% سقوط کرده بود، ما وارد دو فاز شدیم که 4% دوباره رکود، یعنی عقب نشستن. فکر کنید، یعنی اون پولی رو که شما دارید 4%شو بردارن، بعد 6%شو بردارن، و بعد اگر این ادامه پیدا بکنه به مراتب این مشکل تر میشه. من آقای روحانی رو دست کم به دو دلیل مسئول این شرایط میدانم. یکی آن که علیه انحصارگرا هیچ کاری نکرد، حتی بسیاری از یاران دلسوز ایشون از جمله دکتر نیلی رو کنار گذاشتن در این مورد. خب پس معلوم به چه سمت و سوی میرن. دوم این که در زمینه بین المللی آنچه که در اقتصاد جهان روایی
چادر اکسیژن اقتصاد ملی هست، سر اقتصاد ملی، اونم بی‌اعتنا بودن تا کار از کار گذشت، عمدتاً پیوستن به این کنوانسیون‌های مالی و پولی، یکی FATF، یکی کنوانسیون پالرمو. این کار رو هیچ نکردن تا در عمق تحریم کشور فرو رفته بود و الان هم خب مشکلات مختلف در این مورد هست. آقای روحانی بی تقصیر نیست در این شرایط. بسیار متشکرم. آقای رئوفی، شما فکر میکنید جامعه، همین جامعه دارای آسیب‌های روانی گسترده‌ای که ما در موردش صحبت می‌کنیم، متأسفانه چه کسی رو مسبب و مقصر می‌دونه؟ آمریکا رو، آقای ترامپ رو، آقای روحانی رو، شخص آقای خامنه‌ای رو، سپاه رو؟ جامعه و مردم چه کسی رو مسبب شرایط امروز می‌دونه؟ ببینید، خب به هر حال رسانه‌های گروهی و افرادی که حالا در سطح اجتماع فعالیت‌های مطبوعاتی می‌کنن و یا با بدنه اجتماع در ارتباط هستن، شاید خب اینها بهتر بتونن نسبت به این مسئله اظهار نظر بکنن. اما به هر حال مردمی که در یک کشوری دارن زندگی می‌کنن، مستقیماً مسئولین خودشون رو مسئول می‌دونن. و اینی که ما بخوایم حالا از دلایل خارج از خودمون به دنبال مسئول یا مرتکب جرم بگردیم، یکی از چیزهایی است که اصولاً مربوط می‌شود به فرافکنی‌هایی که ممکنه انسان بکنه و یا حتی حکومت‌ها ازش استفاده کنن. ولی مسئول مستقیم اونچه که در زندگی من داره اتفاق می‌افته میتونه مسئولین مملکت و حکومتی و یا مسئولین حتی شهر و جامعه خودم باشه. برای اینکه من از اونها انتظار دارم که بحث‌های اقتصادی، بحث‌های سلامت روانی و یا حتی در دسترس بودن نیازهای پزشکی و نیازهای جسمی و اینها رو بتونه فراهم بکنه. حالا اونها هستند که امکانات سیاسی و دیپلماتیک دارن، اونها هستند که شاید واقعا با داشتن بودجه‌های کلان دولتی و مملکتی بتونه در بست و گسترش مسائلی که واقعا به درد من فرد در یک جامعه میخوره کمک بکنن. اینی که فرض کنید تحصیل رایگان باشه، تحصیل فراهم باشه، نیازهای غذایی و یا حتی کمک‌های اجتماعی که به افرادی که کم درآمد هستن انجام بشه، اینها رو افراد جامعه مستقیما از مسئولین خودشون انتظار دارن. خب آقای دکتر، دقیقاً همینجا همون چیزی که شما میفرمایید، نگاه جامعه به سمت مسئولان مملکت خودشون هست، حتی مسئولان اجرایی، از استانداران، فرمانداران، وزرا و هیئت دولت، بیش از اینکه حتی هیئت حاکمه بالاتر از هیئت دولت رو بخوان مد نظر قرار بدن. از یک سمت هم هیئت دولت میگوید که ما مشکلمون مشکل خارجی است، برمیگردون رو به خارج از کشور. مردم باید چه کار بکنن در این شرایط؟ به حرف دولت گوش کنن یا در مقابل اون بایستن؟ من فکر میکنم به هر حال از طریق کانال‌های موجود، حالا اگرچه ممکنه این کانال‌ها بسیار محدود هم باشه، صدای اعتراضی رو بلند کردن، حالا به هر حال به نوعی از، باز میگم، رسانه‌ها استفاده کردن، از مطبوعات استفاده کردن، از سازمان‌هایی که به هر حال به نوعی میتونه صدای اونها رو به مسئولین برسونه، و یا فعالیت‌های مدنی که میشه افراد بهشون دست می‌زنن، و یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی امروز بسیار جلوی اون جنگ روانی میتونه بیسته. برای اینکه اصولا همون جنگ روانی که اول بحث شما سوال کردید، امروزه با وجود شبکه‌های اجتماعی مقدار زیادی تضعیف شده. برای اینکه شبکه‌های اجتماعی دسترسی مردم رو و افراد جامعه رو به دنیا و اطلاعاتی که در دنیا در حال گذر هست و واقعیت‌ها بیشتر باز کرده. بسیاری از این صدای اعتراض‌ها رو میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی به گوش مسئولین هر کشوری رسوند که بتونن واقعا تغییراتی رو به وجود بیاره. بسیار متشکرم. حتما در مورد این شبکه‌های اجتماعی در ادامه برنامه هم صحبت می‌کنیم. اما آقای اکبریان، آقای رئوفی میگویند که حق ما به عنوان یک شهروند هست بریم و اعتراض خودمون رو به صورت مسالمت‌آمیز به این شرایط اقتصادی بروز بدیم. حاکمیت در مقابل چنین اعتراضی روش سرکوب رو انتخاب می‌کنه. مشاهده اون بودیم در برخورد با مالباختگان، در برخورد با کارگران، در برخورد با معلمان و دیگر اصناف جامعه. چرا حوزه اقتصاد امروز برای مقامات جمهوری اسلامی حوزه امنیتی محسوب میشه؟ حوزه اقتصاد مثل خیلی از موضوعات دیگر در مخیله سیاسی دستگاه جمهوری اسلامی، در تفکر سیاسی این مجموعه‌ای که دارن حکومت کردن در ایران، همواره مسائل امنیتی بوده و رژیم جمهوری اسلامی به طور کلی دغدغه وضعیت و کیفیت زندگی مردم رو به عنوان یک اولویت نداره، یک واقعیت است.
به همین خاطر هم موضوعات ایدئولوژیک اولویت های اولیه هستند. اینکه مثلا فرض کنید یا آخوندی مثل طائب که یک مقام عالی رتبه امنیتی است میاد میگه که خاک سوریه برای ما از خوزستان مهمتر هست، که چنین حرفی زده، در هر کشوری یک مقام حکومتی چنین حرفی بزنه بلافاصله از مقامش برکنار میشه، برای اینکه جامعه چنین چیزی رو تحمل نمیکنه. وقتی که تمامی منابع و امکانات کشور به دلیل یک رویارویی غیر قابل توجیه توسط دستگاه حکومتی قفل شده، فلج شده، کشور دچار بحران شده، دچار تحریم های جهانی شده، فقط صرفا به این خاطر که جمهوری اسلامی میخواهد ثابت بکنه که مثلا فرض کنید میتواند در غزه یا لبنان یا سوریه یا عراق مداخله بکنه و اون چیزی که خودش تاکید میکنه میخواد پیش ببره، یک چنین وضعیتی، اینها موضوعات سیاسی هستند که جامعه به هر حال باید یک زمانی تصمیم بگیره این وضعیت رو تا به کجا میخواهد تحمل بکند. حالا راه های رفع و رجوع کردن این مسئله هم خیلی واضح هست. این بحث و این گفتمان به نظر من در میان جامعه ایران باید مطرح بشه، چه در داخل کشور چه در خارج، با اینکه امکانات بحث آزاد هم در ایران نیست، گفتگوی فارغ از سانسور حکومتی که میسر نیست، ولی جامعه در بحث خودش میتواند این گفتمان رو مطرح بکنه که در هر حال صاحب این مملکت کیست، این ملک و ملت از آن کیست، یک حکومت ایدئولوژیک و یا اینکه مردمی که در اونجا زندگی میکنن صاحب ببخشید اون مملکت هستن و یک زمانی باید تصمیم بگیرن. تا زمانی که این حکومت هست، رژیمی که 40 سال کارنامه دارد، بر همین سبک و سیاق ادامه خواهد داد، هیچ تغییری درش ایجاد نخواهد شد. اینکه هر از گاهی یک جناحی هستند، یک بازیهای انجام میدن، میگن این جناح بره، جناح بعدی که بیاد خوب میشه و مردم به این امیدوار باقی میمانن و جناح بعدی میاد، یک تعدادی آخوندی میرن، یک آخوندای دیگه میان و هیچ اتفاقی نمیفته و وضعیت مردم همچنان نابسامان هست، من چیزی نیست که تغییر بکنه تا زمانی که این حکومت پابرجاست. من فقط یک گریزی بزنم، یک پرانتز باز کنم در خصوص سخنی که آقای دکتر اسدی گفتن که ایران امکانات برون رفت از این فلاکت رو یقینا داره. ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، اینو من بر به اصطلاح منباب شعار نمیگم، آقای اسدی هم میتونن در این زمینه توضیح بدن، بر اساس آمارهایی که موجود هست حجم و اندازه ثروت طبیعی که در ایران در زیر خاک ایران نهفته، از نقطه نظر منابع طبیعی، میدانهای نفت، گاز، منابع مس، فلزات صنعتی که بسیار در اقتصاد جهانی پولساز هستند، کشوری مانند شیلی برای مثال فقط با صادرات مس اقتصادش رو رونق داده. ایران هم گاز داره، هم نفت داره، هم مس داره، هم موقعیت ممتاز جغرافیایی برای ترانزیت کالا داره. کشور امارات متحده عربی اگر که به این ثروت رسیده، جزو 5 کشور اول ثروتمند جهان از لحاظ درآمد سرانه هست، بخش عمدهش به خاطر ترانزیت کالا بوده. ایران امتیازات خیلی زیادی داره، موقعیت ممتازی داره. و نکته آخر این که یک عدد آخر من بگم، ایران از زمانی که نفت در این کشور کشف شد، در زمانی که دارسی آمد در ایران نفت کشف کردن و شروع کردن به فروش نفت، بیش از یک قرن گذشته، از هولوش 1287 خورشیدی تا به امروز، چیزی قریب 1500 میلیارد دلار کشور ایران نفت فروخته به جهان، کسب درآمد کرده. از این مقدار فقط هولوش 130 یا 40 میلیارد دلار اون تا قبل از سال 57 بوده. جمهوری اسلامی یک چیزی در حدود 1300 یا 1400 میلیارد دلار کسب درآمد نفتی کرده. بله. و در بهترین موقعیت زمانی بوده از نقطه نظر شرایط تاریخی که می توانست از این موقعیت ها استفاده بکنه. در اون سالهای قدیم اقتصاد جهانی، اقتصاد گلوبال وجود نداشت، ولی تمام این فرصت ها را از دست دادن. مسئله به موضوعات سیاسی برمیگرده. بخش عمده مشکلات اقتصاد ایران ناشی از وضعیت سیاسی، هم سیاست داخلی و هم مسائل بین الملل. بسیار سپاسگزارم آقای اکبریان. آقای دکتر اسدی، از یک سمت دیگر ایالات متحده آمریکا میگوید که به فشار حداکثری به جمهوری اسلامی تا تغییر رفتارش ادامه خواهد داد. این فشار حداکثری فکر میکنید تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه و آیا این فشار حداکثری رو رهبران ایران تحمل خواهند کرد یا مردم کشور؟ بله، ببینید، بدون شک من با رویکرد آمریکا در این مورد به ویژه در دوران آقای ترامپ موافق نیستم، به ویژه با نهایت احترامی که به پایوران سیاسی کشورهای مختلف دارم، باید عرض بکنم اطمینانم ندارم به آنچه که میگویند. آقای ترامپ بسیاری از پیمانهای مهم و با مهمترین هم پیمانهای امریکا به راحتی از میان برد و مشخص نیست که اگر در مورد ایران بخواهد اقدام کند جز این نخواهد کرد. چرا اینو میگویم؟ اینو برای اینکه همه هنای من بدانند به روشنی
که امید بستن به چنین مسائلی میتواند با سرخوردگی بسیار زیادی همراه باشد در این مورد. اما میفرمایید در مورد این که تا کجا میتونه بره. ببینید شرایط بسیار تلخ و سیاه اقتصادی پیش روی ماست، شرایط از این به مراتب بدتر خواهد شد. من آنچرا که در مورد اقتصاد ایران میبینم دو نکته است به سرعت بگم، چون یک نکته هم میخواهم در مورد فرمایش همکار گرامی عرض بکنم. آقای اکبریان، راه‌ها به روی اقتصاد ایران بسته است. بعد از این مثلا معادن اون که بستن، این هم وارد تحریم ها شده است، حدود 600 هزار نفر دست کم وارد بیکارا میشن. اینو بیافزایید بر بیکارهایی که بعد از این بوده است و این ادامه داره. راه‌های فروش برای جمهوری اسلامی بسته است. پس برای این که بتواند درآمدی داشته باشد که دست کم دستگاه‌های سرکوب خودش رو بچرخاند، باید به کار قاچاق رو بیاره. میدونید یک مقداری کار غیرقانونی کردن، مثلا که اسم آقای زنجانی مطرح شد، اون برای همین کارا بود که چطوری تحریم‌ها رو دور بزنن. اما امروز به مراتب وسیع‌تر از این شده است و به احتمال خیلی زیاد به شکل گسترده جمهوری اسلامی به کارهای غیرقانونی روی خواهد آورد، که از فروش مواد مخدر گرفته شده تا فروش نفت به طور غیرقانونی خارج از کنترل جهانی به این یا آن، خب این به قیمت بسیار ارزان‌تر خواهد بود. صحیح. بله، نکته دومم این که، و خب اینجا تمام میکنم، نکته دومم این که چون ناخرسندی مردم بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد، گرسنه‌اند به همین سادگی و بسیاری از کالاهایی رو که نیاز دارن پیدا نمی‌کنن، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه پاسخ بگه. یعنی دست کم با دادن شیرینی مردم رو بخره، با دادن نان مردم رو بخره. بله. تنها راه در مقابلش سرکوب مردمه. پس آنچه را که من در روزهای پیش رو میبینم، گسترش فقر و گسترش سرکوب است. بسیار متشکرم آقای دکتر، برمیگردم به شما آقای دکتر رافی. اما مخالفان جمهوری اسلامی میگویند اگر جمهوری اسلامی بماند ما باید به ونزوئلا تبدیل بشیم، مملکتی که مردمش واقعا در غرفه های مراکز خریدش چیزی برای خریدن ندارند و شاهد این چنین شرایطی هستیم. جمهوری اسلامی میگوید اگر من بروم ایران به سوریه تبدیل میشود، جنگ داخلی، گرفتاری و نگرانی از این دست. نه موافقان حکومت و نه مخالفان حکومت افق روشنی جلوی مردم نمیگذارد. این افق ناروشن چه تأثیری در بحران نابسامانی روانی در جامعهمون داره و چقدر میتونه در آینده کشور تأثیر بگذاره؟ ببینید کاملا تاثیرگذار هست، برای اینکه وقتی که ما گشایشی نمیبینیم در اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا جناب دکتر اکبریان عزیز فرمودن که ایران مملو و سرشار از منابع طبیعی و یا ثروت هایی است که میتونه باشه، بسیار امیدوار کننده است. اما حقیقتا راه حل های سیاسی هم بسیار مطرح هستند که مردم ببینن که آلترناتیو و یا راه دیگری که میتونه نجات دهنده برای ما باشه چه خواهد بود. و اینی که ما به بنبست بخوریم از لحاظ روانی بسیار بسیار تأثیر منفی میگذاره روی بطن جامعه، روی سلامت روان. و الان جوانها و کودکانی که در این حالت دارن بزرگ میشن، یعنی یک نامعلومی و اینکه آینده مشخصی نیست که چقدر ثبات وجود داره. ببینید ثبات در جامعه بسیار با اهمیته، یعنی که ما در زندگیمون بالا و پایین زیاد نشیم و فردا ندونیم که قیمت دلار چه خواهد بود و چه بلایی به سر زندگی من خواهد آمد. این میتونه بسیار تاثیر منفی روی مسائل روانی جامعه بگذاره و بعد افرادی که در نسلی بعدی که دارن به افراد میانسال تبدیل میشن، اینها دچار بیماری ها و اختلالات روانی زیادی خواهند بود که قرار است جامعه آینده ایران اینها بچرخونن و اینها بگذرونن. و اگر اینها اون سلامت روانی رو نداشته باشن، ما دیگه چه انتظاری میتونیم واقعا از آینده داشته باشیم؟ این است که افق روشن داشتن و آینده معلوم و بهتری رو دیدن بسیار بسیار با اهمیته. ولی امروز میبینیم ما در این چند سال اخیر وقتی صحبت از جنگ هست، صحبت از کمبود هست، صحبت از برگشتن کوپن ها هست، صحبت از سهمیه بندی شدن ها هست، داریم برمیگردیم دوباره به زمان های بسیار قدیم تری که کمبود منابع بوده و یا کوپن ها بوده و یا جنگ بوده. و این بسیار میتونه واقعا ناامید کننده باشه. من میشنوم بعضی از مسئولین واقعا میان میگن اصلا جنگ نخواهد شد،
مطمئن باشید جنگی در کار نیست. البته خب این واقعا مشخصه که واقعا امید دهنده میخواد باشه برای مردم، ولی چقدر مردم این رو میتونن باور بکنن وقتی هر روز تهدیدات وجود داره، وقتی تهدیدهای بین المللی اتفاق میفته، وقتی میبینن نمیتونن برن اون مواد غذایی رو که احتیاج دارن بخرن، خب نمیتونن اون آرامش رو بپذیرن. اونها مطمئنا اون بحران رو درگیرش خواهند شد و این بحران ها میتونه سلامت روانی تک تک افراد و بعد در کل جامعه رو خطر بگذاره. دکتر اسدی عزیز فرمودن مسئله فقر مالی، بله، فقط مسئله بیکاریش نیست، بحث رو آوردن به مواد مخدر، به نوشیدن الکل برای فرار از مشکلات، به جرائم و دزدی ها و کارهایی که واقعا میتونه فرد رو شخصیتش رو بشکونه و بعد او رو به عنوان یک فرد مجرم لیبل بزنه تبدیل خواهد کرد و اینها میتونه واقعا مسائل رو ایجاد بکنه که بعد از سالهای سال هنوز نشه به راحتی اینها رو درمان کرد. بسیار متشکرم آقای اکبریان. خطر جنگ که آقای دکتر رؤوفی هم بهش اشاره کردن به حال یه اتفاقی است که ممکنه رخ بده، ممکنم هست واقعا ازش بگذره. چه تهدید، چه وقوع این حادثه یه نگران کننده، چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد و زندگی و معیشت مردم داره؟ جنگ در هر شرایطی فاجعه است. تأثیرش در تمامی زمینه‌ها هم فاجعه بار خواهد بود. اقتصاد هم بخشی از وضعیت داخلی جامعه یک کشور است، فرایندهای درونی یک جامعه است. وضعیت کنونی ایران در شرایط حاضر که خوشبختانه هنوز جنگی هم پدید نیامده، خیلی دست کمی از شرایط اقتصاد جنگی ندارد. این آقای رهبر جمهوری اسلامی که به این واژه‌ای که چند سالی خیلی بهش علاقه‌مند شده دائما تکرار می‌کنه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی یک معنا و مفهوم خیلی مبهم، شعارگونه و بی‌معناست در دانش اقتصادی. چه این چیزی ما در مباحث اقتصادی نداریم. خیلی ساده بخوایم بگیم اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد زمان جنگ. اگر شما در برابر چه چیزی می‌خواید مقاومت بکنید، در شرایطی که یک برخوردی رویارویی هست بایستی کارهایی بکنید که مثلا مقاومت کنید در برابر دشمن. اقتصاد مقاومتی همون چیزی است که در کره شمالی هست. برای مثال در زمان انور خواجه در آلبانی اقتصاد مقاومتی بود، دور کشور رو دیوار میکشن، میگن ما همه دنیا جنگ داریم، مواظب باشیم فقط از گرسنگی نمیریم، تمامی امکانات رو در جهت شرایط خیلی اضطراری بسیج کردن. اینکه جنگ چه خواهد کرد، به باور من به طور کلی اصولا متاسفانه شبح خطرات نظامی بر فراز ایران مجددا آشکار شد، ولی اینکه آیا واقعا جنگی در خواهد گرفت یا نه اون بحث دیگری است، ولی اگر که چنین اتفاقی بیفتد یقینا فاجعه خواهد بود. و من فکر میکنم ما به عنوان ایرانیان، چه در اپوزیسیون و چه ایرانیان داخل کشور، باید نهایت تلاشمون رو بکنیم که یک دیدگاه کلی، نه به استبداد، یعنی مخالفت با این استبداد سیاهی که در ایران هست و در این حال مخالفت با هر نوع جنگ و درگیری نظامی رو مد نظر داشته باشیم. برخورد نظامی و شرایط جنگی کمکی به وضعیت ملت ایران نخواهد کرد. جمهوری اسلامی به فکر منافع خودش است. دولت آمریکا هم به فکر منافع آمریکا هست. در این میان اون حلقه مفقود، عنصری که نیست، کسی به فکر منافع ملت و مردم ایران نیست و این خود مردم هستن که بایستی به فکر منافع باشن. جنگ یک فاجعه است و اگر که پدید بیاد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی بسیار برای ایران مخرب خواهد بود. بسیار متشکرم آقای اسدی. راهنمایی شما رو هم در پایان برنامه بشنویم. خیلی فرصت کوتاهی داریم. اگر بخوایم خیلی خلاصه ببینیم که چگونه مردم بایستی در شرایط فعلی از حداقل دارایی هاشون حمایت یا دفاع کنند و نگذارند که حادثه های ناخواسته بر زندگی اجتماعی و مالی اونها تاثیر بگذاره، چه راهکاری رو بهشون پیشنهاد میکنید؟ بله دوست گرامی، یک بار در یک رسانه دیگری از من همچین پرسشی کردند و من پاسخی دادم و این باعث بزرگترین حمله های روانی از سوی جمهوری اسلامی به من شد، تا جایی که در برنامه 20C تصویر منو نشون دادن با تمام دشنام‌هایی که میتونستن بدن. حالا من در برابر پرسش شما، یا باید پرسش واقعی رو بدم، آنچنان که به عنوان یک اقتصاددان صد البته پر تقصیر فکر میکنم، یا باید سپوت اختیار بکنم و معالندیشی کنم، چون کدوم رو انجام بدم؟ هر کدوم رو بفرمایید. من فکر میکنم که انتخاب با خود شماست، ولی شما زبان ساکت هرگز نداشتید. در شرایط دستمزد بگیری همیهنان عزیز، هیچ دستمزدی که شما اگر هم بگیرید و بیکار نباشید و کارتون رو از دست ندید، هیچ دستمزدی نمیتواند پاسخگوی افزایش هزینه ها باشه. پس تنها کاری که میتوانید بکنید این است که به شکلی
کارآفرینی یا مغازه‌داری بکنید. میدانم که این سرمایه رو ندارید، بلکه آن کالایی رو که میتوانید در اختیار داشته باشید تا وقتی کالایی رو که نیاز دارید بخرید گرانتر شده است، یک کالا دو کالای اضافیتون رو بتونید بفروشید تا این تکافوی کارتون رو بکنه. اون سرمایه های مرده ای رو که دارید، مثلا اتاق خوابی رو، اگر اتاقی دارید در جای خونه که استفاده نمی کنید به عنوان انبار، اینو میتونید به عنوان سرمایه به کار بندازید، مثلا اجاره بدید، مثلا برای انبار کسی. خیاطی بلدید، رنگرزی بلدید، باید این کارها رو شروع بکنید تا این بحران از سر ایران بگذره و تا جمهوری اسلامی هست بحران یکی پس از دیگری خواهد آمد. آقای دکتر اسدی، من فهمای کلام شما یعنی این که قابلیت اعتماد به جمهوری اسلامی وجود ندارد. به هیچ عنوان. این تا ما ببینید این شرایطی که ما درش هستیم، ببینید صد البته این جنگ نامبارکی است، ناخواسته است و باید از اون جلوگیری کرد. امیدوارم جنگ اتفاق نیفته، ولی تا جمهوری اسلامی هست سایه شوم جنگ بر سر مردم ما هست، در پی تنش افروزی های ایدئولوژی و بی ارتباط با منافع ملی که مادام پایبران نظام انجام میده. بسیار متشکرم آقای دکتر رافی. اگر بخوایم به امروز ایران برگردیم، به همین شرایط نگرانی و دلهره‌ای که وجود داره و البته توسعه ناخواسته بیماری‌ها و آسیب‌های روانی در جامعهمون، شما فکر می‌کنید که چگونه می‌شود این جامعه بحران‌زده رو اندکی آرام کرد؟ دیاسپامی که بعد به این جامعه وحشت‌زده داد تا آرامشش رو ایجاد کنه چیه؟ من یه پیشنهادی که دارم به عزیزانی که در جامعه ایران در حال زندگی هستن این هستش که انسجامشون رو با همدیگه حفظ بکنن، کنار همدیگه باشن، بتونن از بودن کنار همدیگه بهترین بهره و بالاترین بهره رو ببرن، چون به هر حال این نیروهایی که با خانواده بودن و با دوستان بودن و کنار هم بودن میتونه به مسائل روانی فردی اونها هم کمک بکنه. اگر احساس میکنن که نیاز دارن که صحبت بکنن و یا مشاوره بگیرن، با روانشناس مراجعه بکنن، حتما این کار رو بکنن. به هر حال در یک جامعه بحران زده که خشم و عصبانیت و نگرانی و اینها فراوان هست، صحبت کردن و کمک گرفتن از مشاوران و همکارانی که به هر حال حتما در ایران مشغول کار هستند و فعالیت میکنن، واقعا من بهشون پیشنهاد میکنم که حتما از اونها استفاده بکنن. یکی دیگه از مسائلی که اهمیت داره واقعا این هستش که تا جایی که میتونن اطلاعات خودشون رو بالا ببرن از وضعیت ها و آگاهی های درست و مناسب، نه شایعات، نه اون جنگ های روانی، برای اینکه خب افرادی ممکنه که واقعا برای ایجاد جنگ روانی بخوان تفرقه بندازن و افراد و عقاید رو از همدیگه واقعا دور بکنن. هر چقدر ما بتونیم یگانگی داشته باشیم و مشارکت داشته باشیم، میتونیم قوی تر و بهتر با مسائل شخصی و روانی خودمون هم برخورد مناسبی داشته باشیم. خیلی کوتاه به جایگاه رسانه‌های اجتماعی هم تو توسعه همین وضعیت رو به بهبود اشاره بفرمایید. بسیار مهم هست از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن، ابراز احساسات کردن و نظراتشون رو بیان کردن با هشتگی که عنوان میشه، با مطالبی که بیان میشه، با نظراتی که گفته میشه. اینها به هر حال به نظر من بسیار باعث بهبود میتونه باشه، برای اینکه اگر که واقعا در یک جامعه رسانه‌های عمومی محدودیت هایی رو دارن و هر چیز رو از طریق رسانه و مطبوعات نمیشه بیان کرد، از طریق شبکه‌های اجتماعی میشه بیان کرد و امروز میبینیم با گذاشتن کلیپ‌های مختلف و یا هشتگ کردن ها اخبار و اطلاعات منتشر میشه و میتونه بسیاری از مسائلی رو که ممکن بود در خفقان و سکوت و تاریکی اتفاق بیفته، دیگه وقتی که ما یک نوری روش میاندازیم کمتر اتفاق. بسیار سپاسگزارم دکتر پیمان رعوفی روانشناس اینجا در استودیو با ما و همچنین جناب آقای امین اکبریان، تحلیلگر اقتصادی شناخته شده جامعه ایرانیان کالیفرنیا، و همینطور روی خط اسکایپ جناب آقای دکتر جمشید اسدی که وقت خودشون رو در پاریس به ما اختصاص دادن. از حضور از دالی هم سپاسگزار هستم. از شما گرامیان که به تماشای 21مین میزگرد هفتگی شطرنج نشستید قدر شناسم. وقت خوش، خدا نگهدار. صدای آمریکاست.